یا الله، خوش اومدیم به کلاس سازدهنی با محمد نور. محمد، میخوام یه جوری بهتون درس بدم که انگار ثبت نام که اومدی نشستی رو برو من، چش تو چش دارم بهت ساز یاد. قبل از شروع هر چیزی، 5 مد سازدهنی داریم تو دنیا که 2 تاش پرکاربرده. حالا من همشو میگم، هر جا دیدین استوب کنین، یادداشت کنین و بعد ادامه ویدیو رو ببینین. اگر میخواین واقعا یه چیزی رو یاد بگیرین، از همین الان شروع بکنین. ببینین، ول کن برین، هیچ یاد نمیگیرین. الان بنویسین، تکرار کن، یاد میگیرین، تموم شده. خب اولین مدلی که پرکاربرده سازدهنی کروماتیک هست که 12 سوراخ داره، 14 سوراخ داره، 16 سوراخ داره. اینا همه کروماتیکه. بغلش هم یه دونه اسلاید داره. آهنگای ایرانی، پاپ، کلاسیک، جاز و حالا یه سری از آهنگای بلوز هم میتونی باش بزنی. میان چیکار میکنی؟ همین الان میتونی استوب کنی، اینا رو بنویسی. بنویسی انواع مدل هارمونیکا شماره 1 کروماتیک و بعد ادامه بدی که راحت تر هم یاد بگیری. خب مثلا بریم صداشو بشنویم. یه همچی صدای باحالی داره که 70% از ایرانی ها به کروماتیک علاقه مند. مدل بعدی هارمونیکای دیاتونیکه، اندازه یه دونه مثلا انگشته. صداشو گوش بدیم. ممکنه الان علاقتون به این بیشتر باشه، ولی خب متاسفانه ما داریم کروماتیک یاد میدیم. اون خیلی داستانهای جذاب خودش رو داره. خب مدل 1 و 2 که گفتم پرکاربرده همین دوتاست، کروماتیک و دیاتونیک. آهنگای ایرانی پاپ، کلاسیک، جاز، آهنگای بلوز، وسترن، کانتری. خب این از شماره 3 ترمولو. سازنانی اینقدر من اصلا ندیدم تا به خودم. گیم اوور. چرا دیدم، حالا کوچیک بودم، از مکه می آوردن. رنگای قرمز داشته، سبز داشته، آبی داشته. اینها باش مثلا یه سری صدا سازی ها برای مثلا موسیقی های فیلم و این چیزا استفاده میشه. سازی نیست که بخواید یاد بگیرین، مثلا عمرتون رو بذارین کروماتیک یاد بگیرین، دیاتونیک یاد بگیرین، بعد این مدت هم دیگه اونو برمی دارین آخ بالاخره میزنین. چیز خاصی نیست. شماره 4 اکتاوه که یه سازی که مثلا ببینید این صدا رو میش میگیم اکتاو. یه دونه 2 از اکتاو اول، یه 2 از اکتاو دوم گذاشتن توی یه سوراخ، بعد یه سوراخ فوت میکنی این صدا رو میده که دیگه اصلا چون یه سری تکنیک اومده روی کروماتیک اون اصلا استفاده نمیشه. شماره 5 هارمونیکای ارکستر که یه دونه بیس داره، یه دونه کورد داره، که هارمونیکای 2 طبقه هستن که خیلی صدای باحالی دارن برای ارکسترها، آنسامبل‌ها و گروه نوازی استفاده میشن. بح بح. ما تو این کلاس ها داریم کروماتیک رو یاد میگیم. تنها زبان مشترکی که تو دنیا وجود داره چیه؟ موسیقی. شما میخواین با سازن یاد بگیرین، پیانو یاد بگیرین، گیتار یاد بگیرین، اینا تماما یه سری ابزار و وسیله هستن که بتونن احساسات ما رو انتقال بدن. بلکه بتونیم احساسات رو به وسیله یه ابزاری انتقال بدیم به چی احتیاج داریم؟ به یه سری علم و تئوری و این صحبت ها که بهش میگیم موسیقی. موسیقی رو یاد بگیری دیگه همه سازا رو متوجه میشی، درک میکنی، ولی خب یکیش رو انتخاب میکنی و روی اون ساز تمرکز میکنی، تمرین میکنی، مهارت اون ساز رو به دست میاری. خب پس قبل از اینکه سازدهنی یاد بگیریم باید موسیقی یاد بگیریم. زبان مشترک. توی ایران زندگی میکنیم، طرف فارسی حرف میزنه، آلمان آلمانی حرف میزنه، هر کشوری بر خودش یه زبان و لهجه‌ای داره، ولی خب موسیقی مشترکه و یک حروف الف با داره که 7 دونه نوت بیشتر نیست. دو، ره، می، فا، سول، لا، سی. یه دونه نوت هم میندازیم ترش، 2 میشه 8 نوت. در موسیقی به هر 8 نوت میگیم چی؟ 1 اکتاو. خب از 2 شروع بکنی برسی به 2 میشه 8 نوت. از سول شروع کنی برسی به خود نوت میشه 8 نوت. میشه دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، دو. اولین تمرینی که شما باید یاد بگیرید چیه؟ این حروف الفبای موسیقی رو حفظ بکنی به صورت اکتاو، رفت و برگشتشو بگی. الان دوباره
ویدیو رو پاس کن، اینا رو بنویس، حفظش کن. کلا موسیقی داری یاد میگیری انگار دو تا چرخ دنده است اون قسمت تو مغز که داری یاد میگیری، هر چه بیشتر استفاده بکنی این سریعتر میچرخه و در کسری از ثانیه جواب میده. میشه دو رمی فا سول لا سی دو دو سی لا سول فا می ره دو، بعد دور از سول شروع میکنی، سول لا سی دو رمی فا سول سول فا می ره دو سی لا سول، از هر نوتی میری برمیگردی به خودش، این مغز رو باز میکنه، همون ابتدای کار هیچ بلد نیستی این مغز رو در میاره. حالا حروف الف بای موسیقی رو ما باید یه جا بنویسیم، بالاخره هر زبانی می نویسیم یه جا میخونیم از روش و بعد هی پیشرفته تر میشیم و میریم جلو. پس ابتدای هر کاری ما باید این حروف الف با رو که حفظ کنیم. بعدیش چیه؟ بعد اینا رو باید ببینیم یه جا بنویسیم بخونیمشون. اومدن چیکار کردن؟ 5 تا دونه خط موازی 2، 3، 4 و 5 گذاشتن بهش میگن خطوط هامه، که حالا یه عکسی چیزی براتون میذارم بالاخره، یا ادیت میکنم میذارم یا نمیذارم. این 5 تا خطوط حامل میان نوتا رو روش مینویسن، احتمال یه جایی هم دیدین دیگه قاعدتا شمایی که دنبال موسیقی هست. این 5 تا خطوط حامل به صورت موازی که کشیده میشن توی دفتر نوت ها میتونید تهیه بکنید داشته باشین روش تمرین بکنید، از پایین به بالا نوشته میشه، شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 4 و شماره 5، که نوتا رو میان یا روی خطوط می نویسن یا بین خطوط می نویسن. حالا هر نوتی که روی این خط باشه چه معنی میده؟ مثلا اینجا نوتو گذاشتن اسمش چیه؟ اسمش مشخص نیست تا یه دونه سرکلید داشته باشه. سرکلید سازدهنی دست راست پیانو، گیتار، یه سری سازه مثل ویالو، اینا همش سرکلیدشون سوله. سرکلید سول چیه؟ همینه که گردن بندش دیدین، دست بندش دیدین، تتوش رو دیدین بالاخره، حالا عکسش رو پیدا میکنم براتون میذارم، به این میگیم سرکلید سول. این سرکلید میاد از خط دوم کشیده میشه، همون اول 5 تا خط، و بعد به این معناست که نوتی که روی خط دوم اسمش سوله. اصلا این سرکلید از کجا اومده؟ میاد محدوده صوتی اون ساز رو مشخص میکنه، یعنی آقایون از یه نوتی میتونن صحبت کنن، مثلا میگه سلام چطوری، تو مثلا سلام چطوری، خانوم از سلام چطوری شروع کنن. به این حجم از صدایی که میتونی از پایین تا یه جای تیزش کنی، از بم تا زیر بیای بالا، این چیکار میکنه؟ میاد محدوده صوتی رو مشخص میکنه. سرکلید سازمون هم محدوده صوتی ما رو مشخص میکنه. حالا محدوده صوتی سازدهنی کجاست؟ تو سرکلید سول. یه بار دیگه تکرارش میکنم، سرکلید سول از خط دوم شروع میشه، نوتی که رو میاد رو خط دوم اسمش سول. بعد اون حروف الف بود که حفظ کردیم، به ترتیب بقیه نوت ها میاد استفاده میشه. اینجا سول بعدش میشه لا، سول قبلش میشه فا، سول لا سی دو ر می فا، همینجور به ترتیب میره، سول فا می ر دو. خب خطوط حامل رو یاد گرفتیم، 5 تا خط. الان اگر زیاد متوجه نشین، زیاد سخت نگیرین، توضیحاتی که من میدم کامل میشینه تو ذهنم، یه مدت دیگه میاد بیرون و اصلا متوجه میشین کجا. میان نوت رو روی سازدهنی حفظ میکنه. سوراخ یکو که فوت بکنی نوت دو رو به ما میده. یکو مکش بکنی ره، دو رو فوت کنی می، دو رو مکش بکنی فا، سوراخ 3 رو فوت کنی سول، سوراخ 3 رو مکش بکنی لا، سوراخ 4 رو مکش بکنی سی، 4 فوت کنی دو. 8 تا نوت تو 4 تا سوراخ میشه یه اکتاب. دو ره می فا سول لا سی دو. فوت مکش فوت مکش فوت مکش مکش فوت. آخرین سوراخ برعکسه. فوت مکش فوت مکش فوت مکش مکش فوت. این 4 تا سوراخ شد. کپی پیست میره جلو. 4 سوراخ بعدی هم همینه، 4 سوراخ بعدی هم همینه، فقط فرکانس صداشون متفاوت میشه. این اکتاب 1. اکتاب 2 از سوراخ پن. اکتاب 2، اکتاب 3. سه اکتاب هارمونیکای 12 سوراخ داره. برای شروع به نظرم فرمک 12 سوراخ باحالی. الان سه تا تمرین داشتیم. شماره 1 حروف الف وای موسیقی باید حفظ کنی، شماره 2 باید نوت ها روی خطوط حامل حفظ کنی، شماره 3
باید جای نوت ها رو روی ساز دهنی حفظ کنی. دست گرفتن ساز، دست چپ رو میاری بالا رو به روی صورتت میگیری، شستم اینجا ته ساز که اسلاید نداره اینجور میندازی اینجا با انگشت اشاره کج روی ساز رو میگیری، پشت سازم کج میگیری، اینجور نگیری یا بعد این بگی چی کار دارم میکنم. دست چپ همین الان با من انجام بده، دست چپ میگه ته ساز رو میندازی اینجا، انگشت اشاره اینجا میخوابه، انگشت شست این سه تا انگشت منظم میاد بغل این. تمام، کلا وزن ساز رو این دو تا انگشت تمام شد. این میاد اینجا، حالا دست راست بند دوم انگشت اشاره میاد رو اینجا بدون هیچ وزنی، این سه تا انگشت میخوابه رو این دست، شست این پشت. اوکی، از تو مچ میشکن ساز رو روی بروی صورته. ساز رو میذاریم پایین، دوباره یک کم آموزش میبینیم و بعد دوباره ساز برمیداریم ببینیم یادتون مونده اصلا چه جوری دست بگیریم. حالا برای ساز زدن دو روش ما استفاده میکنیم که بتونیم ساز بزنیم. شماره یک تانگ بلاک یا تانگ بلاکینگ که قفل زبان بهش میگیم. دهان اندازه 3 تا سوراخ باز میشه، زبان میاد 2 تا سوراخ چپ یا راست میپوشونه و سوراخ سوم که باز هست رو فوتومکش میکنیم و باهاش ساز میزنیم که یک سری از مدرسین با این تکنیک شروع میکنن، تکنیک خیلی خفنی هم هست، ولی ما از شماره 2 که بهش میگیم پاکرینگ استفاده میکنیم. پاکرینگ یعنی چی؟ تک نوت، لب حالت یو انگلیسی میگه یو، اندازه یه دونه سوراخ باز میشه لب میاد روی سوراخ و ساز میزنیم یو، لب باید اینجوری باز بشه کامل بیاد داخل ساز. دقت بکنید این لب بالای من میاد روی عددهای ساز، لب پایین منم تقریبا پایین خود دهانی، یعنی ما میخوایم ساز بزنیم فقط دهانی رو لمس نمیکنیم، این نداریم، کامل لب باز میشه میره داخل. پس ما حالت دوم پاکرینگ رو استفاده میکنیم، بهش میگیم چی؟ یو یو یو. این هم از حالا دوباره ساز رو دست بگیم چجوری یادتون دست چپ این شست میاد ته ساز که اسلاید نداره اینجا، انگشت اشاره باش هست، وزن ساز رو این دوتا این ستا میاد اینجا. تمرینمون چی شد؟ چهارمی تمرینمون چی؟ میایین ساز استاندارد دست میگیرین، از مچ میشوین صورتتون، این دست همین حالت، این هم چی شیب، این هم اینجوری زیر ساز دیگه، کپی کنین لذت شده. خب حالا میایین برای شور ساز دهنی نمیره از سوراخ یک بزنیم ده بزنیم، اصلا کلا ساز رو چک نمی کنیم، میایین احتیاج داریم برای ابتدای کار از سوراخ 5 تا سوراخ 9 رو استفاده بکنیم. پس تمرین میکنیم، بر فرض مثال بیاین 4 ضرب تو ذهن دو، مثلا میگه این دو ره، میتونین اینو حالا با ضرب پا بگیرین هر چی خودتون دوست دارین 4 ضرب بگیرین تا من جلسه بعدی بیام بهتون مترونومو یاد بدم حالشو ببرین. خب میاین 4 ضرب هر نوتی رو میزنین تک نوت، دو از سوراخ 5 فوت 5 مکش، 6 فوت 6 مکش، 7 فوت 7 مکش، 8 مکش 9 فوت، دوره میفا سولا سی دو. حالا چرا 9 فوت رو میزنیم بعدم میگم، بریم ببینیم چیکار میکنیم. خیلی عالی، تک نوت باید صدا در بیاری، اینجوری خشدار نشه مثلا بعد ذوق کنین مثلا دارین ساز میزنین، نه
قشنگ وقت بذارین. ها نکته دارین، میای ساز بزنی دست رو باید ببری سمت چپ و بعد بیاری سمت از یه سوراخ به سوراخ بعدی اینجور تیک تیک تیک. ببینید سوراخ ها فاصله های کمی دارن، پس باید اینجوری رباتی بیاین برین اینجا تیک 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 تیک. حافظه عضلانی دست ها اینو باید حفظ بکن، نه باید سر رو تکون بدین. حالا بعد انو میگم سریع هم میتونی تکون بدین از اینجا هدهاته بیدین، ولی فعلا باید دست تکون بخوره. همینو به صورت رفت و برگشت تمرین چهارم یا پنجمتون میشه باید انجام بدیم. پیوسته هم سعی کنید ساز بزنید، برگشتش هم همینه. این از این. پس سر ثابت، دست به سمت چپ و راست تکون میخوره، دست هم اینجوری تکیه ندیم ساز بزنیم، اینجوری اصلا ساز نزنیم، لم ندین مثلا هم ندین ساز بزنی. استایل داره قشنگ میشه این نوک صندلی، یه پا 90 درجه یه پا نوک 50 کم جمع‌تر، کمر صاف اینجوری خیلی با ابهت ساز بزنید درست درمون که قشنگ یه چیزی از توتون در بیاد. احسن، خیلی زیبا درس دادم، امیدوارم که لذتشو برده باشین و موفق و مؤید باشین. چنل رو سابسکرایب کنین، کامنت بذارین، اصلا حال بدین، حال بکنین اینا که دیگه رفیق شیم ما هم دیگه، ببینیم چی کار باید بکنیم. جلسه بعدی هم میذارم. اصلا مرسی خدا.